همینان عزیز، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو به کارگردانی آقای امیر و با حضور جناب آقای محمد امینی اجرا می کنم. نزدیک به 7 سال است که سوریه شب و روز کشته می دهد. در واقع این کشور شده کشتارگاه جهانی. سخن از این است که 600 هزار نفر در این 7 سال کشته شدند و چند میلیون آواره. همه قضیه بر سر این است که جمهوری اسلامی از این سلسله‌ای که کشور رو اداره کرده می کند، یعنی علویان، به عنوان اینکه شیعه هستند یا شبه شیعه هستند، دست به دستش داده است و تا کنون بیش از 10 میلیارد دلار کمک مالی به این جنگ خونین پرداخت کرده است. اجازه بدید در این باره چند پرسش دارم با آقای امینی که میتوانند، فقط ایشان به نظرم میتوانند پاسخ بدهند. آقای امینی سلام عرض میکنم. درود بر شما و درود بر بینندگان ارجمند تلویزیون. آقای امینی، این واژه های علوی و علویان چه نقشی در تاریخ داشتند و از چه زمانی علوی و شیعی در هم آمیختند؟ اصلا میل آمیزش با هم داشتند یا نه؟ برید، واژه علویان یا علوی یک عبارت بسیار عمومی است که به کسانی گفته می شده که پیروان امامت و جانشینی و خلافت در خاندان علی ابن ابی طالب بودند. یعنی یک مجموعه گسترده‌ای رو در بر می‌گرفته که از قلات شیعه درش بودن تا اونهایی که بعدها به شیعه 12 امامی معروف شدن، اونهایی که اسماعیلی بودند، اونهایی که به اونها باطنی هم گفته می‌شده و اونهایی که اهل سنت رافضی می‌گفتن، زیدی ها و خیلی های دیگر، فرقه های گوناگونی که از جمله در کتاب معروف نوبختی فرق و شیعه به اون اشاره شده. ولی روی هم رفته، به تدریج رفته این واژه علویان به یک گروه ویژه‌ای از کسانی که پیرو علی ابن ابی طالب بودند گفته میشد و در دوران کنونی این واژه علویان که به ویژه در مورد علویان ترکیه و به ویژه علویان سوریه به کار برده میشه، گروهی هستند که پیشتر به اونها نصیریه میگفتند یا نصیریان، که در تاریخ ها به اونها اشاره شده، گاه هم به گزاف و گاه هم به نادرست به اونها اشاره شده. ریشه تاریخی اونها باز میگرده به دوران دست کم بر پایه کتاب هایی که در دست ماست، از جمله مثلا فرقه کسی مانند سعد ابن عبدالله اشعری در کتاب المقالات و الفرق و همچنین نوبختی در کتابی که اشاره کردم در فرق الشیعه و همچنین کسانی مانند شهرستانی در الملل و النهل به اونها اشاره کردن و همه اونها میگویند که پیشینه اونها باز میگردد به دوران امام دهم شیعیان یا کسانی که به هر حال اشاره کردن میگن به کسی به نام نصیر یا نصیری کسی بوده است که، یا نصیر نمیری، به همین دلیل هم به اینها نصیریه یا نمیریه، نصیریه و نمیریه هر دو گفته می شود. اشاره به اونها در تاریخ زیاد هست، ولی از حدود 100 سال پیش به این سوی کوششی آغاز شده که این گروه از علویان رو با این خانواده شیعی 12 امامی نزدیکتر کنند. ولی روی هم رفته وقتی از واژه علویان در فرهنگ اسلامی بهره گرفته میشه، به گروه هایی گفته میشود که بیرون از این جریان شیعه 12 امامی هستند یا
شیعه 12 امامی رو هم شاید برخی بگویند که در بر میگیرند، ولی شیعیان 12 امامی کمتر خودشون رو امروز یا دست کم از زمان شکل گرفتن فقه اسلامی، از زمان امام جعفر صادق و سپس دیگر نوشتارهای فقهی، که اونها بیشتر خودشون رو شیعه 12 امامی، شیعه 12 میخوانند، دیگر واژه علوی رو برای خودشون استفاده نمی کنند. گاه این واژه علویان رو هم در مورد اسماعیلیان استفاده کردن، ولی به طور مشخص در دوران کنونی این واژه علویان رو در مورد همین گروه نصیریه استفاده می کردن. در دوران دولت عثمانی کشتار کلانی از این علویان شد، یعنی خیلی پیش از کشتاری که از ارامنه کردن، ارمنیان کردن در ترکیه، کشتار گسترده ای از علویان کردن و میگویند یکی از دلایلی که اینها نام خودشون رو دگرگون کردن و به نصیریه یا نصیریه معروف شدن به دلیل همین کشتاری که از علویان کردن و نمیخواستن خودشون رو علوی بخوانند. خیلی سپاسگزارم آقای امینی. خاندان بشار اسد، بله، و پدرش حافظ اسد، اینها از علویان نصیری هستند آنگونه که اشاره بله. کردید. درست. در 50 سال گذشته کسانی مانند امام موسی صدر و بعد دولت ولایت فقیه در ایران دولت اسد را شیعی برشمردند. آیا نشانی در دست است که بشار اسد و پدرش شیعی بودند و یا به این مذهب باور داشتند و حال وضع مذهبیشون چگونه بوده؟ ببینید، بخش زیادی از این ساختگی است. یعنی شما اگر به شاهان ایران، چه در دوره قاجار چه در دوره پهلوی نگاه کنید، حتی رضا شاه و محمد رضا شاه که رفتار سکولار در جامعه داشتن، خودشون رو پایبند آیین شیعه 12 امامی می‌دانستن، یعنی خودشون رو مسلمان شیعی می‌خواندند. و محمد رضا شاه حتی از این فراتر به آرامگاه امامان شیعی سفر می‌کرد، یعنی به بارگاه امام رضا چندین بار رفته بود و بر روی می‌دانیم که خودش رو نه تنها پادشاه شیعی می‌دانست، بلکه بزرگان دین هم او رو تنها پادشاه شیعی جهان می‌شناختند و می‌گفتند که این یگان پادشاهی شیعی رو نباید سست کرد. یکی از دلایلی که در یه دوره‌ای روحانیان نجف و حتی روحانیان قم و پس از اون از در دوره بروجردی و سپس جانشینان بروجردی، جز آدمی مانند آیت الله خمینی، با دولت کنار آمدند، شاید به همین دلیل بود که این دولت رو به هر روی یک دولت شیعی برمی‌شمردند. و این باز می‌گردد به دوران صفوی و شیعی شدن ایران که دولت شیعی در ایران برای نخستین بار شکل گرفت. این در مورد دولت سوریه با هیچ رنگ و لعابی نمیتواند درست باشد، یعنی با سرخاب سفیدام هم نمیتوان دولت بعثی سوریه رو بزک کرد و گفت اینها دولت شیعی هستند، چون از یک خاندان نصیری برمیخیزند یا از میان خاندان علویان، یعنی بزرگترین اقلیت مذهبی در سوریه هستند، چون بیشتر مردم سوریه اهل سنت هستند، اقلیت‌های مسیحی و دیگر هم در اونجا وجود داره، ولی بزرگترین اقلیت مذهبی آیینی سوریه از دیرباز همین گروه علویان یا نصیریه یا نصیریه بوده. خاندان اسد، حافظ اسد و فرزندش بشار اسد، اینها رهبران حزب بعث سوریه هستند. اصلا می‌دانید که حزب بعث در سوریه زاده شد، میشل افلق این حزب در همراه با دو نفر دیگر این حزب رو پس از جنگ جهانی دوم در سوریه بنا نهاد و دیدگاه سوسیالیستی داشت، دیدگاه اتحاد عرب داشت و چیزی که در بیانیه حزب بعث عراق و حزب بعث سوریه وجود نمی داشت، چون بعدها حزب بعث عراق وجود آمد، موضوع اسلام بود. وحدت عرب رو یا دولت‌های عرب رو پیشنهاد می کردن، یک نوع ناسیونالیسم عربی همراه با سوسیالیسم در میان اونها بود. خود میشل افلاک باورهایی داشت، تحت تأثیر آدم‌های مانند آندره ژید بود
تحت تاثیر مارکس بود، از افکار با افکار نیچه آگاه بود. هیچ نوشتاری از او در دست نیست که نشان بدهد او پایبندی به اسلام یا آیین شیعی یا اهل سنت داشته باشه. جالب اینجاست که جمهوری اسلامی که به بهانه شیعی بودن دولت اسد از او پشتیبانی میکنه، به این نگاه نمیکنه که در مرامنامه امروزی حزب بعث حاکم در سوریه یکی از مفاد اساسی جدایی دین از سیاست، این که مفاد بنیادی حزب بعث سوریه است. یعنی چیزی که اگر شما در ایران به اون باور داشته باشید، باید با ولایت فقیه و حکومت دینی مخالفت کنید و به زندان برید. ولی در دولت سوریه امروز همین بشار اسد خونریز و پدر خونریزش اینها به جدایی دین از سیاست باور داشتند و آخوندها و روحانیان رو در سیاست اصلا به کار نمی گرفتند. همسر امروزی، همسر یعنی در واقع ملکه سوریه، خانم اسما، این اصلا در بریتانیا بزرگ شده، از پدر مادر سوری، و برخی هم میگویند اصلا هیچگاه در گذشته هم به باورهای اسلامی پیوندی با باورهای اسلامی نداشته. و شما هیچ پیکره‌ای در یک جا نمیبینید که این زن یا فرزندان یا خواهر یا خویشاوندان یا همسر حتی حافظ اسد روسری بر سر داشته باشند. چهرهای یعنی کاملا رخت اروپایی بر تن دارند و مانند خانواده محمد رضا شاه در ایران، خانواده دیگر حکومت‌های روی هم رفته سکولار در حالا سکولار خودکامه در خاورمیانه، مسلمان یا تظاهر به اسلام مسلمان شدن و شیعه شدن اینها مانند تظاهر به مسلمان شدن و نماز خواندن آقای صدام حسین پس از آغاز جنگ ایران و عراق است. ایشان یک بار مسلمان شد و شروع کرد به نماز خواندن و ادعای این رو کرد که او عنوان رهبر مسلمان در مقابل خمینی ایستاده. بشار اسد هم همینطور هست و دولت سوریه دولت سکولاری است. حالا خونریز، تبهکار، جنایتکار به اینا کار ندارند، ولی دولت دینی نیست. این است که این مصلحت سیاسی است که چنین شرایطی رو ایجاد کرده. همین دیدگاه رو جمهوری اسلامی در مورد زیدی ها در یمن به کار میبره. یعنی اون گروهی که کوتی های یمن که دولت جمهوری اسلامی از اونها در برابر عربستان پشتیبانی میکنه، اینها شیعی زیدی هستند که اگر در ایران بودند اونها رو بیدین قلمداد میکردن، چون زیدی ها به امام ناپیدا باور ندارن. یعنی بعد از زید هیچ یک از امامان باور ندارن. و این است که اینها مصلحت‌های سیاسی است و برپایی مصلحت‌های سیاسی اینها رو شیعه کردن. اونها هم حوتی ها هم خب زرنگی کردن و اعلام کردن که آیت الله خمینی امام اونها هم هست، ایشان رو هم امام خواندن، که به توان از این پشتیبانی مالی و لوجستیکی و نظامی دولت ایران بهره بگیرند. از موشکاش، از هر روی، از پشتیبانی جمهوری اسلامی بهره بگیرند. آقای امینی، یه اصطلاح شیعه علوی، بله، و شیوه تشیع علوی و تشیع حسینی همچی چیزی باب شده بود اواخر سلطنت پادشاه ایران محمد رضا شاه. اینها یه مقدار بازی با واژه هاست و یکی از کسانی که در این زمینه گاه مطلب می نوشت یا اشاره می کرد به شیعه علوی، آقای شریعتی هم بود اگه یاد داشته باشیم. بله. و می گفت باید بازگشت به علی و بازگشت به رفتار علی ابن ابی طالب. اینها بحث برخی از یک کوشش های بر روی اصلاحی یا تندرو در حوزه ورود، کوشش برای وارد کردن دین به حوزه سیاست بود که موفق هم شدند و به پیدایش جمهوری اسلامی انجامید. اما در درازای تاریخ موضوع چیز دیگری بوده. هنگامی که از علویان سخن گفته می شد، مراد شیعیان دوازده امامی نبودند، مراد پیروان علی بودند. به طور کلی آری،
ولی به تدریج هنگامی که شما به این فرق نویسان یا نهل نویسان در درازای تاریخ نگاه میکنید، اونهایی که آمدن و فرقه های اسلامی رو دربارش نوشتن و بیش فرقه های شیعه رو دربارش نوشتن، هنگامی که به علویان اشاره میکنند، مراد اونها شیعه دوازده امامی نیست، بلکه گروهی است که بیشتر با اندیشه های قلوبامیز یا قلات شیعه نزدیک هستند، تندروتر هستند. به ویژه اشاره تاریخی به کسانی است که علی رو خدا میدونستن، همسنگ خدا یا همسنگ پیامبر یا یک نمادی از خداوند در زمین میدونن، مانند کسانی که در ایران معروف شدن به علی اللهی، علی همای رحمت. بله. تو چه آیتی خدا را. بله. آقای امینی عزیز بفرمید که نصیری منتسب به چه کسی است؟ آیا تاریخ نویسی هایی که ایشون رو به زمان امام یازدهم شیعیان میرسانند درست است؟ واقعیت دارد؟ ببینید، تاریخ نویسی ها همه تاریخ نویسی است، یعنی همونجور گفتید تاریخ نویسی است. ما هیچ سندی در دست نداریم که چه بخشی از این تاریخ نویسی ها واقعا درست بوده باشد، ولی کهن‌ترین کتاب های تاریخی که در این زمینه در دست ماست، یعنی نخستین نهل نویسان، نخستین نویسندگان این شاخه های دینی جناب مهری، نخستین کتاب هایی که در دست ماست باز میگردد به میانه سده چهارم هجری، در حالی که آنچه که درباره نصیریه، یه مقدار صدا به خود من باز میگرده جناب کارگردان، ولی در حالی که اونهایی که به نصیریه باور دارند یا محمد ابن نصیر رو، نصیر رو یا نصیر رو پایه‌گذار این آیین میدونند، این رویداد مربوط می شود به حدود 220 تا 230 هجری، یعنی اگر شما نگاه کنید نخستین نوشتارها 150 سال پس از، یا 130 تا 150 سال پس از وجود چنین آدمی نوشته شده. ادعا بر این است که، چند ادعا در این زمینه است، که این محمد ابن نصیر یا نصیر این فردی بوده که ادعا کرده از سوی علی ابن محمد نمایندگی داره. علی ابن محمد همون امام هادی است، امام دهمه. اما چون در برخی از این تاریخ نویسی ها واژه عسکری هم کنار علی ابن محمد گذاشتن که عبارتی است که برای امام یازدهم به کار می بردن، برخی تصور کردن که این نصیر یا نمیر یا نمیر اینها رقیب امام زمان بودند یا در دوران امام زمان پدیدار شدند. بسیاری از نوشتارهای تاریخی در این مورد ناروشن هست. آنچه که روشن است این است که در درازای تاریخ اسلام، در اون دستکم 200 سال آغازین، یعنی 200 سال، شاید 250 سال آغازین، یعنی تا دوران غیبت صغرا و غیبت کبرا، آدمهای زیادی پیدا شدند که خودشون رو اون نجات دهنده، اون ناجی، اون امام هادی یا امام مهدی، امام مهدی خواندند یا مهدی خواندند، و اینها خیلی هاش باز میگرده بعد تا به دوران امام حسن و امام حسین که کسانی خودشون رو مهدی موعود میخواندند، و خیلی از اینها برگرفته از آیین زرتشت هست، از پیام هایی است که در آیین زرتشت و در آیین یهود وجود داره برای کسی که میآید و نجات دهنده است، که بعدها گفتن که مسیح همانی است که ماشیاهی است که در آیین یهود وعده داده شده بود. در میان مسلمانان شیعی یا به گفته عمومی علوی، آدم های زیادی چنین ادعایی رو پیدا کردن، به ویژه در اون دوران پایان زندگی امام هادی، آغاز امامت امام یازدهم، و در دورانی که می‌دانیم که سخن از این بود که امام یازدهم فرزندی نداره و سخن بر سر جانشینی او بود، چنین آدم های پیدا شدن. به نظر می آید که این محمد ابن نصیر یا نصر یا محمد ابن نمیر، که هر دو یک نفر هستند، اینها باز می گردد به همون دورانی که بین سال 240 تا
70 یا 265 هجری است، به اون دوران باز می‌گردد، یعنی در آغاز تا میانه سده سوم. ولی در دوران پس از اون بود که رفته رفته اندیشه هایی که این آدم هایی که هواداری می کردند از این نصیریه شکل گرفت و در نوشتارها و کتابها بازگو شد و جایگاه خیلی بزرگی هم در پایگاه خلافت نداشتند، بیشتر در حاشیه دستگاه خلافت بودند. در خود ایران هم شماری از اونها چندان وجود نداشت. شاخه ای از این نوع اندیشه ها در میان یارسان یا اهل حق شکل گرفت که پیوندی با این نصیریه نداره، اصلا از شاخه و از رفتار و آیین و پیشینه دیگری است. ولی اینها بیشتر در همین منطقه‌ای که امروز سوریه و جنوب ترکیه است جا داشتند، سپس پراکنده شدند در بخشهایی از شمال آفریقا. اینک مثلا در سودان نومیریه دارای پایگاه است و اینها بسته به جایی که بودن جناب محری این آیین شیعی یا باور علوی خودشون رو با باورهای غیر اسلامی پیوند دادن، یعنی حتی عناصری از آیین مسیح، عناصری از آیین مانی و حتی عناصری از باورهای بومی، از باورهای کهن پیش از اسلامی که در این سرزمین ها میان بومیان وجود می داشت وارد اندیشه های این گروه هایی شد که بعدها به نصیریه یا نصیریه معروف شدن. و اینها بیشتر اینها علی رو شخصیتی می دانستند که در او الهامی یا نمادی از وجود خداوند هست، حتی برخی خود علی رو هم ردیف پیامبر و حتی برتر از پیامبر می دانستند. برخی از اونها می گفتن که محمد، علی، حسن و حسین اینها خدا هستند، یعنی تا اینجا جلو می رفتن که در واقع خداوند با اینها در زمین شریک بوده و خیلی ها اینها رو محکوم کردن، اینها رو از دین بیرون رفته می خواندن. بله آقای امینی، پس بر پایه آنچه که شما توضیح فرمودید باورهای دینی نصیریه یا نصیریان با اونچه که مجتهدان و فقهای شیعه به آن باور دارند از بنیاد متفاوته. کاملا، برای اینکه شما اگر نگاه کنید جناب مهری، خیلی از باورهایی که اینها ازش ببینید، در آیین شیعه 12 امامی رفته رفته ما با یک ساختار فقه شکل گرفته روبرو هستیم، یعنی از هنگامی که بعد از امام جعفر صادق و کسانی مانند کلینی و نویسندگان کتب چهارگانه فقه شیعی، اینها توانستن یک رشته روایات رو کنار هم قرار بدن و بر پایه روایات فقه روایی شیعه رو به وجود بیاورند و بر پایه فقه روایی شیعه سپس فقه بر پایه زندگی روزانه، دستورالعمل‌های زندگی روزانه شیعیان شکل گرفت، ما با پیدایش یک ساختار نسبتاً نه کاملا، نسبتاً منسجم‌تر این آیین شیعی شیعه 12 امامی رو برو هستیم که در این آیین شیعه 12 امامی علی ابن ابی طالب خلافت از او غصب شده، سه خلیفه نخست، سه خلیفه بیرون از دین هستند، به اونها نباید باور داشت. علی ابن ابی طالب جانشین محمد ابن عبدالله است و دو فرزند او امام دوم و سوم هستند و سپس فرزندان اونها یکی پس از دیگر تا هنگام امام دوازدهم که غایب می شود، نخست غیبت صغرا و سپس غیبت کبرا، اینها امامان شیعه هستند و بر پایه این آمدند و ساختار روحانیت شیعی رو به وجود آوردن که ما باید برای برپایه اون توقیعی که دستورالعملی که میگفتن امام ناپیدا بیرون داده که در حوادث، در رویدادها به دستورهای رهبران دینی خودتون گوش فرا دهید، زمینه ای شد برای پیدایش یک ساختار نسبتاً سازمان یافته روحانیت شیعه و سپس مجتهدان و مراجع تقلید و چیزی که امروز
در دنیای شیعی ما میبینیم و روی هم رفته یک دستگاه فکری نسبتاً منسجمی به وجود آمد که طبیعی است که در درون آن شاخه های گوناگون وجود داشت و تازه ترین شاخش هم شاخه ولایت فقیه است که در ایران قدرت گرفته. این نوع نگاه، این نوع چشمانداز دینی با آن چیزی که نصیریه یا نمیریه اینها برش باور داشتن یا قلات شیعه بر اون باور داشتن یا حتی شیعیان اسماعیلی به اون باور داشتن و در مصر به قدرت رسیدن، دولت فاطمی درست کردن و در ایران پیروانی داشتن، اسماعیلیه که نام‌آورترین اونها حسن صباح بود و نام‌آورترین متفکر یا روشنفکر اون زمانش ناصر خسرو یکی از نام‌آورترین داعیان اسماعیلی در ایران بود. اینها با این دستگاه اندیشه شیعه دوازده امامی متفاوت بودن. نزدیکترین شاید به آیین شیعی شیعه دوازده امامی شیعه اسماعیلی است که دست کم تا امام ششم، امامی که پایه‌گذار بسیاری از دستورهای فقه اسلامی، فقه شیعی است، تا اونجا با هم همسو هستند، تا اونجا با هم باور دارند و از اونجاست که جدا شدند. و ولی نمونه های دیگری مانند همین نصیریه یا بکتاشیه یا دسته هایی که پیوند هایی دارن میان باورهای دینی با اندیشه های عرفانی صوفیانه یا حتی اندیشه های محلی، خب اینها با دیدگاه و دستگاه فکری چیره بر دنیای شیعه دوازده امامی که شیعه چیره در جهان هست و بیشتر شیعان جهان شیعه دوازده امامی مانند ایران و عراق هستند و لبنان، با اینها نمیخوانه. کاری که انجام دادن در 100 سال گذشته، کسانی آمدند از شمار پژوهشگران دینی و سپس رهبران سیاسی کوشش کردند که رده هایی از اندیشه های شیعی رو در میان این علویان یا نصیریه پیدا بکنند و نشان بدهند که اینها شیعی هستند، شیعه دوازده امامی هستند و رفته رفته این رو تبلیغ کردند و برخی از خود رهبران علویان هم صلاح رو در این دیدن که از پاره از این اندیشه های گذشته که باور به خدا بودن علی داشت یا علی رو در رده خداوندی میپذیرفت تا حدود زیادی و به چیزهایی باور داشت که در میان شیعان دوازده امامی کفر به شمار میآید، از جمله ازدواج مردان با مردان، میدونید که در یکی از این شاخه های نصیریه در یه دوره ای حتی ازدواج مردان با مردان رو آزاد میدانستن، شراب رو نه تنها آزاد میدانستن، تاک رو یک درخت و یا یک شجر خداوندی میخواندن، میگفتن این از بهشت آمده و این انگور رو باید حفظ کرد و کندن تاک گناه هست و خوردن شراب آزاد. خب اینها کوشش کردن کسانی که بیایند و این اندیشه ها رو اندکی عوض کنند، خودشون رو با این جریان چیره اسلامی هماهنگ بسازن. این به ویژه پس از پیدایش جمهوری اسلامی پدیدار شد، یعنی در سوریه برخی از رهبران دینی علویان کوشیدند که در واقع یک نوع نگاه تازه‌ای رو مطرح کنند. ولی جالب اینجاست که در یکی از نشست ها یا کنگره‌ای که نشست بزرگی که علویان در میانه سده 20 داشتند، به طور کلی یعنی یه نشست خیلی بزرگی بود که اینها بران شدند که دیدگاه خودشون رو، فکر میکنم حدود سال 1950 بود که دیدگاه خودشون رو توضیح بدن و در اونجا اعلام کردن که تنها به علی باور دارند و به هیچ چیز دیگر جز علی باور ندارن، علی در کانون اندیشه اونهاست و به همین دلیل هم در این پرچمی که یا این درفشی که علویان سوریه گاه و بیگاه ازش استفاده می کنن ذوالفقاری است که در اون نوشته شده که در واقع از علی رو ستایش می کنه به عنوان تنها انسان برتر و تنها
شمشیر هم شمشیر ذوالفقار است. این رو در اونجا نوشتن. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ذوالفقار بعد. این است که با همه کوشش هایی که در این سالها انجام شده، راستی این است که آیین نصیبی یا نصیبی با آیین شیعه دوازده امامی کاملا متفاوته و تنها در سودای سیاسی است که امروز چنین کارهایی را انجام دادن. نمیدونم آگاهی دارید یا نه جناب مهری، حتما در جای خواندید که یکی از کسانی که آمد و شیعیان یا همین علویان رو شیعه دوازده امامی اعلام کرد و فتوا در این باره داد، آقای خمینی بود که رسما فتوا داد و گفت اینها شیعه دوازده امامی هستند و اینها رو پذیرفت به خانواده شیعیان دوازده امامی که راهی باشد برای همکاری با دولت بعثی اسد. و میدانیم که در جریان جنگ ایران عراق تنها دولت عرب که از ایران پشتیبانی میکرد دولت سوریه بود، یعنی دو دولت در این جنگ از ایران پشتیبانی میکردن، یکی دولت اسرائیل بود به طور پنهان و یکی دولت سوریه بود به طور آشکار. عجب. بله آقای امینی عزیز، بفرمایید که این ایده امام زمان یا نجات دهنده منجی، این در مذهب زرتشت چگونه عنوان شده و چه در آیین زرتشت؟ در آیین زرتشت ما با یک پیامی روبرو هستیم که یا یک آموزشی روبرو هستیم که در این آموزش، حالا دوستان زرتشتی بیشتر میتونن، بزرگان زرتشتی در این باره کمک کنن و توضیح بدن، اونجایی که من آگاهی دارم و خواندم که اونها در آیین خودشون به یک نجات دهنده ای، به یک کسی که به هر روی نماینده نور برابر ظلمت هست باور دارند و خب برخی میگویند که این همواره بوده، برخی میگویند که دوباره خواهد آمد و این در آیین مانی بازتاب یافت، ولی در روشنتر از همه جا در آیین یهود هست که ماشیاخ یا مسیح در آیین یهود وعده داده شده و به همین دلیل هم عیسی مسیح خوانده شده، چون به هر حال عیسی از یک خاندان یهودی تبار در فلسطین برخواسته و او خودش رو همون مسیح یا ماشیاخ خوانده. در آیین زرتشت هم از دیرباز چنین باورهایی وجود داشته. اصلا در میان حتی آیین‌های غیر تک خدایی هم باور به کسی که میآید و نجات میدهد، بودایی که همیشه خواهد بود یا بودایی که بر روی جایگاه ویژه‌ای در زندگی انسان در امروز و آینده داره، این همواره وجود داشته و انسان‌ها در اون دوران بر روی دورانی که طبیعت بر اونها بیشتر از امروز چیره بوده، خب باید با یک امیدی زندگی می‌کردند و این امید به آینده بیشتر به صورت یک ناجی، یک مهدی، یک نجات دهنده، یک ماشیاه بازتاب پیدا کرده. آقای امینی بفرمین که شیعه صفوی که عنوان شده بود چه نوع تشیعی بوده؟ یک تشیع دروغین؟ یک تشیع درباری؟ ببینید جناب مهری، این کوششی که گاه و بیگاه می شود و من این رو تنها در میان پیروان دین ها و مذاهب ندیدم، بلکه حتی در میان فرقه های سیاسی هم هست که کسانی میگن ما مارکسیست های واقعی ما هستیم، سوسیالیست واقعی ما هستیم، اون بقیه خائن به سوسیالیسم هستند. تمام این مدل های سوسیالیسم غلط بوده، مدل سوسیالیسمی که ما دنبالش هستیم این مدل درسته. این رو در مورد اسلام هم حتی اگر به یاد داشته باشید پیروان مسعود رجبی میگفتن که اسلام، میخوام به اسلام نام محمدی برگردیم، این اسلام اسلام درست نیست. شریعتی یکی از پایه‌گذاران این رو نگاه سیاسی بود که میگفت اسلامی که در دست ماست اسلام آمریکایی است، اسلام صفوی است، شیعه صفوی است، ما باید به شیعه علوی برگردیم. چرا این رو مطرح میکردن؟ چون به دو دلیل یا از دو جایگاه فکری در واقع این برمیخیزد، دو پیشینه داره. نخست این است که برای نخستین بار
یک دولت دینی در ایران، دولت شیعی به وجود آمد و بسیاری از بزرگان دین در اون هنگام که در بیرون از ایران می‌زیستند، بزرگان شیعی به ویژه از لبنان و از منطقه‌ای که امروز احسا هستش و بحرین خوانده می شده و می شود، از اون منطقه کوچیدن و از پیرامون بغداد آمدن به ایران و ساختار روحانیت شیعه ایران رو درست کردن. خیلی ها باور داشتن که نباید این روحانیان شیعی وارد کار دولتی بشوند، کار درباری بشوند، برای که پادشاهی رو که جائر هست و پادشاهی که بر روی از دین می تواند منحرف بشود، او رو در واقع پشتیبانی می کند. راستی هم این است که پادشاهان صفوی اگرچه باور به شیعه 12 امامی داشتند، ولی پایبندی های جدی به بسیاری از آموزش های شیعه نداشتند. مشروب می خوردن، کارهایی رو می کردن که ظاهرا خلاف شرع بوده، ولی خب به هر روی اینها رو به عنوان پادشاهی شیعه برمی شمردن. اما از این گذشته، پیش از اون، اصلا این ادعای صفویان، یعنی این پیامی که صفویان، خانقاه صفوی برای مسلمانان شیعی به ویژه در آناتولی در آسیای کوچک میداد، به ویژه خاندانها و قبایل ترکمان، پیام ویژه در هم ریخته ای بود که با شیعه 12 امامی که در کتاب ها و در دستورهای فقهی آمده بود یکی نبود. یک نوع شیعه خانقاهی بود، یک نوع مرید و مرادی بود. یعنی شاه اسماعیل تنها شیعی نبود، بلکه صوفی رهبر این امتی بود، این مردمی بود که گرد او آمده بودند. و بیشتر این شیعه صوفیانه، شیعه بسیار کمرنگی در آغاز کار به شمار می آمد. حتی با بسیاری از این کتاب های فقهی شیعی در اون هنگام آشنایی نداشتند. اون دو آخوندی که پیرامون شاه اسماعیل بودن، زیتونی و لاهیجی، اینها اصلا این کتاب های سرشناس فقه شیعه رو نخونده بودند و بعدها در واقع این کتاب ها به شیعیان ایران معرفی شد. و این است که وقتی میگوین شیعه صفوی، گاه کنایه میزنند به شیعی که با فرمان روایی و قدرت آمیخته شده و گاه کنایه میزنند به اون آیین شیعی که در میان صفویان درویش و صوفی مسلک آمده از آناتولی، آمده از آسیای کوچک به ایران آورده شد، که با آیین شیعه 12 امامی زاویه بسیار داشت و رفته رفته این آیین شیعه 12 امامی در اون جای گرفت، در اون پا گرفت و منقلب کرد. و به پایان دوران صفوی که میرسیم، بزرگترین روحانیان شیعه 12 امامی، مجلسی ها و پیش از اونها آدم های دیگری که در این ساختار شیعه دوران میانه صفوی به این سوی نقش داشتن، اونها در واقع دیگه شیعی رو، آیین شیعی رو توضیح میدادن. در آغاز کار چنین نبود. دعوی شیعی صفوی در آغاز کار یک دعوی خانقاهی بود، یک دعوی درویشی بود، خیلی فرق میکرد، تفاوت داشت با آن چیزی که با ساختار سنتی یا پذیرفته شده آیین شیعی در کتابهای فقه شیعی آمده بود. ولی به تدریج در پایان دولت صفوی اینها با هم درآمیخت. یعنی ساختار روحانیت شیعه توانست جای خودش رو باز کنه. و به همین دلیل هم میگویم که این علویان یا این نصیری ها و گروه های از این دست بیرون از این خانواده شیعه 12 امامی هستن، ولی بر پایه مصلحت سیاسی روز امروز اونها شیعه قلمداد میشوند و به جای اینکه دولت جمهوری اسلامی در سودای سرنوشت مردم در ایران باشه، برای بهبود زندگی مردم در ایران کوشش بکنه، به بهانه پشتیبانی از شیعیان و علویان سوریه، میلیاردها دلار دارایی مردم ایران نه تنها اینها رو خرج کرده، بلکه ایران رو گرفتار یک ماجراجویی بی برگشتی کرده که ما رو در برابر دولت‌های بزرگ جهان قرار داده و درگیری های ایجاد کرده که به دور از هر گونه عقلانیتی است. و اینا همه زیر چتر دروغ پشتیبانی و اتحاد شیعیان جهانی، که معلوم نیست چرا باید تنها شیعیان جهان با هم پیوند پیدا کنن، مردم سوریه چرا باید تنها
این گروه در واقع گروه برجسته باشه. چرا در سوریه باید گروه حاکم از میان علویان که اقلیتی در این جامعه هستند باشند؟ چرا خرده‌ای که بر دولت صدام گرفته میشد این بود که دولت صدام اکثریت مردم شیعی رو کنار نهاده و دولت اقلیتی درست کرده؟ خب همین خرده رو میتوان بر بشار اسد و پدرش گرفت که از یک اقلیت یک حکومتی درست کرده، چون میدانید که به دیگران اعتمادی نداشتند. بیشتر کسانی که فرمان روایان نظامی و سپهسالاران و سپهداران نظامی دولت بعثی سوریه هستند، همه از این خاندان علوی برخواستند، از خیشاوندان دور همین خاندان اسد هستند و به دیگران چندان میدان داده نشده. و این کاریست که در دولت صدام حسین هم انجام دادن، از یک گروه کوچکی آدم هایی رو می آوردن که به اونها اعتماد داشته باشند. و در سوریه هم امروز همینه. هر گونه نگاه برتری دینی یا شایسته تر بودن یک گروه مذهبی بر گروه دیگر، اینها با مدرنیته، با اصول انسانی و از همه اینها مهمتر با اعلامیه جهانی و بشر در تضاد است، با دموکراسی در تضاد است. و دلیلی وجود ندارد که شما چون شیعی هستید و چون شیعه 12 امامی هستید باید بر دیگر شهروندان برتری داشته باشید، چیزی که در ایران رخ داده و ما با اون 40 سالی که دست به گریبان هستیم. و در سوریه هم رفته رفته این حکومت رو به عنوان یک حکومت شیعی معرفی کردند، در حالی که هیچ نشانی از شیعی بودن رهبری این حکومت وجود نداره. و به این ترتیب جامعه سوریه رو به بحران و بنبست و گرفتاری کشوندن. البته این رو باید اشاره کنم که در این درگیری و جنگ داخلی سوریه تنها ایران و بشار اسد و روسیه درگیر نیستن. در طرف دیگر دولت عربستان، پشتیبانی اسرائیل، هواداری گروه‌های در داخل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، یک جنگ تمام عیار محلی است که در واقع چهره جهانی داره. یعنی در این جنگ محلی سوریه که به راستی پس از جنگ داخلی آمریکا خونریزترین جنگ داخلی در تاریخ دنیاست با توجه به جمعیت، در این جنگ داخلی بزرگترین قدرت‌های جهان به جان هم افتادند. بزرگترین قدرت‌های خاورمیانه و بزرگترین قدرت‌های جهان مردم سوریه رو گوشت دم پوت توپ کردند و کشوری رو به راستی ویران کردند. فراموش نکنیم سوریه یکی از پیشرفته ترین کشورهای خاورمیانه تا پیش از این جنگ به شمار می آمد از نقطه نظر ساختار حتی اجتماعی و حالا نه از نقطه نظر ضرورتا اقتصادی. شام و دمشق و حلب جزء پایگاه های تمدن بودند و همه اینها ویران شده، چیزی از اینها باقی نمانده. شوخی نیست وقتی کشوری نیمی از جمعیت اون مهاجرت می کنند، یعنی این کشور دیگر کشور نخواهد شد. به داوری من سوریه هرگز نخواهد توانست به جایگاه گذشته خودش بازگرده و هرگز نخواهد توانست یک سوریه واحد تبدیل بشود. همون گونه که جنگ بالکان این کشورها را از هم گسست و چندین کشور به وجود آمد، امروز به طور واقعی در سوریه چندین واحد کشوری وجود داره که البته کشور نیستند و دشوار خواهد بود که پس از این همه خونریزی حالا بپذیریم که نصیریان در کنار دیگران بنشینند. و بیم و هراس هم از همین هست که این دولت چون به عنوان دولت نصیری، دولت علوی دست به این کشتارها زده، اگر بشار اسد و ارتش بشار اسد از میان برود، مخالفان قتل عامی از علویان خواهند کرد و بعید هم نیست که چنین بشود. یعنی این کینه‌ای که در این جامعه شکل گرفته میتواند به کشتار شاید 500,000 دیگر از مردم هم بیانجامه. آقای امینی، این در چاه زیستن امام زمان در آثار شیعه آمده؟ در آثار کهن؟ نه، در سرداب میگن. یعنی در آثار کهن آمده بوده که در یک سردابی ایشان ناپدید شده، چون میدونید که در اون تنها شهری در عراق که در نزدیک دجله بنا شده، نزدیک رودخانه بنا شده، یعنی شهر سامرا، سر من رها
هر که مرا ببیند شادمان شود، خب اندکی بالاتر ساخته شده و در اونجا خانه ها سرداب داشتن. و جالب اینجاست که در این واژه سرداب ایرانی فارسی به زبان عربی هم رفته، چون اونها سرداب قبلا نداشتن، سرداب الان به زبان عربی رفته و شما اگر نگاه کنید به لغتنامه های عربی این واژه رو میبینید. میگن که در سردابی امام ناپدید شد و اینکه از اونجا به کجا رفته داستان های گوناگون دربارش وجود داره و گفته میشود در نوشته های اون آغازین، نخستین نوشته ها در اون دوران، مانند نوشته هایی که به الغیبه معروف شده، اینها ادعا میکنند که برای ناپدید شده حالا در سرداب یا جایی سرداب ببیشه، و ولی از چاهی سخن به میان نیامده، ولی این رو بعدها ساختن دیگه، مانند چاه جمکران و چاهای دیگری که میگفتن امام در اونجا پنهان شده و آثاری از وجودش حضورش در اون چاه وجود داره. خیلی سپاسگزارم جناب آقای امینی، وقت ما به پایان میرسد. سپاسگزارم از کارگردان برنامه و همه همیهنانی که به این برنامه ها توجه دارند. تا هفته آینده آقای امینی عزیز، شب و روزتون خوش.